با سلام و درود خدمت علاقمندان بازارهای مالی معاملهگران عزیز بازارهای مالی تحلیل هفتگی اولین هفته ماه می 2023 رو با هم دنبال میکنیم نکات بسیار مهم و البته یه ویدیو تکمیلی احتمالا برای این هفته و اعلام نرخ بهره بانکی ایالات متحده برای اینکه خیلی از بچه سوال کردن اول از همه اگه میخوای اخبار رو بررسی کنی تایم داره بچه ها. اینجا میتونین تایمتون رو به شهر و کشور خودتون تنظیم بکنین. من به زمان محلی خودم به وقت محلی ایالات متحده دارم اینو نگاه میکنم و البته میتونه این تایما تایمای مختلف باشه. اول از همه این هفته هفته بسیار مهمیه. دو تا ریت بانکی بسیار مهم داره اعلام میشه و تعادل بازار قرار به هم بخوره وزنه ریت های بانکی قرار بیاد تو کفه ترازو مبارزه با تورم یعنی شاید اولین بار باشه که فد اگه ریت بانکی ببره بالا بالای اون 5 درصد سی پی آی تورمیه که هفته گذشته اعلام شد پس خیلی مهمه چند تا چارت مهم و البته خیلی سریع سعی میکنم که بگم وقتتو نگیرم نکته اصلی این هفته دوشنبه بازارهای مالی بعضی از بانک ها با تعطیلی شروع میشه بازار اروپا رو اگه ببینین بانک مرکزی در واقع اروپا مثل سوئیس مثل در واقع بریتانیا مثل فرانسه آلمان ایتالیا تعطیله به خاطر میده و در حقیقت خیلی از کشورهای این بانک های مرکزی بعضی از این تعطیلات رو دارن روز دوشنبه سشن نیویورک اولین مواجهه اصلی بازار مانیفکتچر پی ام آی روز اول می قرار بیاد و بسیار میتونه این هفته رو ولاتایل بکنه روز سهشنبه بازار در واقع آسیا ریت بانکی دلار استرالیا قرار مجدد اعلام بشه چرا میگم مجدد اعلام بشه چون فعلا کارشناسا سه ممیز شیشته درصد رو برای این هفته میبینن اولین شاید تنش بازار تو این هفته بانک مرکزی دلار استرالیا خواهد داشت به توصیه میکنم اگه لانگ ترن بلند مدت ترید نیگر میداری توی نوسان های بانک مرکزی ها نگه ندار توی سود معاملت رو ببند یا اینکه یه میزانی از سودت رو قبل اعلام یک ساعت مونده قبل اعلام این خبر رو دریافت بکن ببینیم چه اتفاقی میفته روی دلار استرالیا بازار ادامه پیدا میکنه تا اینکه بازار میرسه به سشن ایالات متحده و یکی از مهمترین خبرهای تورمی بعد تورم مبارزه با تورم بانک مرکزی شروع میکنه بعدش عمدتا بیکاری اشتغال میتونه همیشه تو اصلای اقتصاد مهمترین بحث باشه یه گزارش در واقع مستقیم مبارزه مستقیم با تورم جاب و پنینگا قرار اعلام بشه که ماه گذشته اومد زیر ده میلیون ده میلیون خیلی عدد خوبی بود اما در حقیقت به حال بعد چند ماه ده میلیون بالای ده میلیون بودن به حال این ریزش بازار میتونه عجیب باشه و بازار رو ببره تو بحران زمانی که اگه اگه اگه, اگه این عدد زیر حتی 9 میلیون این ماه اعلام بشه ببینیم چه اتفاقی میفته چه عددی اعلام میشه کاملا میتونه بازار رو ولتایل بکنه و بازار در حقیقت آمریکا با همین خبر مهم دوم می رو تموم میکنه روز به روز یه خبر مهم داریم روز چهارشنبه سوم می بازار آسیا با اینپلویمنت و آن ایمپلویمنت ریت دلار نیوزیلند شروع میشه میتونه مهم باشه اما مهمترین خبر رو از سشن نیویورک شروع شه. در واقع نام فارم ایمپلویمنت چنج میاد ادوانسش ماشینیشه و در واقع یه مزنه ای بگیم یه تقریبی از خبر جم... در واقع جمعه خواهد داد به ما که قرار خبر اصلی ایمپلویمنت چنج و آن ایمپلویمنت ریت اونجا بیاد رو دلار آمریکا اما میتونه یه پیش درآمدی بر اون خبر باشه نکته مهم خبر بعدی سرویس پی ام ایه که ببینین به فاصله یک ساعت و 45 دقیقه سرویس پی ام ای میاد قطعاً هم فد هم از جاب اوپنینگ ها هم از سرویس پی ام آی میتونه استفاده بکنه برای اعلام ریت بانکی جدید ایالات متحده عدد قبلی 5 درصد پیشبینه کارشناسان اینه که 25 درصد بذارن اما احتمال هر کاری از فد بعید نیست شمارش معکوس تا سی شروع شده سه روز و چهار ساعت مونده و اگه بیاین ببینین آمارش 83 درصد پیش بینیشونه که بالاتر بشه اکثر معامله گرا و تحلیل که فد همچنان به افزایش بهرهش ادامه داره ماه گذشته طلاقی داشت 5 درصد سی پی آی رو رد کرده و یه جورایی تورم با بهره بانکی متعادل شده حالا باید ببینیم آیا فد مجدد این سیستم رو اعمال میکنه افزایش میده یا نه خیلی مهمه دقیقا سال گذشته تو می اولین بار بود که یه بهره تغییر کرد اون موقع نیم درصد زیاد شد به نظر من اون موقع شیفت عجیب نیم درصدی داشت بازار سپرایز شد و حالا میتونه بازار حتی برخلاف این چیزی که کارشناسا پیش بینی میکنن هم میتونه فت ثابت نگه داره هم میتونه شاید به احتمال خیلی ضعیف شاید یه درصدی جایی رو بهش میدیم که میتونه حتی بهره رو کمم بکنه که به نظر من میتونه یه شک عجیب و غریب به بازار وارد بکنه حتی اگه میزان افزایش بهره نیم درصدی باشه میتونه یه شک عجیبی رو بده یا شاید ثابت موندن همه این اعداد و ارقام چون سه تا خبر از الان که این صدای من رو میشنوی تا روزی که چهارشنبه در واقع این خبر اعلام بشه سه چهار تا خبر مهم میاد پس فدم همونجوری که میدونیم شبای قبل آمار دستش شاید از هفته زودتر آمار دستش و تصمیش رو گرفته و بازار جور دیگه ای فکر میکنه ببینیم چه اتفاقی میافته در مورد بهره الاد متحده یه ویدیو جدا براتون تهیه کردم حتما بعد تماشا این ویدیو از قسمت کامنت ها میتونین اون ویدیو رو پیدا کنین توی کانال های مختلف اونم هم گذاشتیم در مورد فقط در واقع فاند رید و البته کاری که رو دیکس وای کردم و آماری که اینجا از گذشته بازار درآوردم اینجا سرتو درد نمیارم تحلیل هفتگی میخوام خیلی سریع رد شم اما فرصت داشتی تا چهارشنبه حتما اون ویدیو رو تماشا بکن بعدش یه پرس کانفرنس داره ببینیم چه اتفاقی میفته چی میگه خیلی مهمه برای من شخصا که ببینم در واقع پاکیش صحبت میکنه یا داکیش یعنی اینکه میخواد همچنان ریتو ببره بالا برای ماهای آینده یا ریتو بیاره پایین چون به محض اینکه اعلام میشه بهره دیگه اثرش رفته تا حرکت کردن و بازار میره برای شکگیری رو سخنرانی که معمولا نیم ساعت بعد در واقع این اعلام ریت فد انجام میده پاول میتونه صحبت های حساسی هم انجام بده شاید هم خیلی معتقدن این در واقع ریتیه یا سخنرانیه که بازار رو کرب کرش نزدیکتر میکنه ببینیم به هر حال خیلی اصلا منتظر این کرش سالهای سال موندن و ببینیم که اتفاق میفته اما پنج شنبه بعد اینکه تب و تاب ریت بانکی ایالات متحده خوابید اتحادیه اروپا ببین چی کار داره میکنه اینجا قرار 25 صدام درصد اعلام بشه همین هفته گذشته لاگارد صحبت کرد گفت ما در واقع حتی جا داریم نیم درصد زیاد کنیم 50 بیسیز پوینت در واقع بهترین گزینه است برای ما خیلی کارشناسا پیش بینی کردن ببینیم به هر حال میتونه بازار میتونه که قطعا ولتایل میکنه و ببینیم تصمیم چی میشه همون ابتدای بازار نیویورک قرار این تصمیم گرفته بشه و بعدش در واقع ECB یه کانفرنس سخنرانی و تدارک دیده که باز صحبت میکنه بازار میاد چند تا استیتمنت دیگه اسپیک دیگه در مورد مثل رئیس بانک مرکزی کانادا خواهیم داشت صحبت میکنن و میرسیم به روز جمعه روز جمعه بسیار مهمه به خاطر اینکه unemployment و در حقیقت employment تو دو تا کشور مهم همزمان رأس یه ساعت کانادا و البته آمریکا ایالات متحده اعلام میشه و بسیار هم مهمه ریت بیکاری به نظر میرسه کارشناس پیش بینی کردن دوباره بیشتر میشه ریت اشتغال که البته روز چهارشنبه در حقیقت ادوانس نام فارم ایمپلویمنت چنج که بیاد یه حدودی به ما میگه که قرار روز جمعه چه اتفاقی بیفته دلیل اصلیش هم همینه این در حقیقت نام فارم ادوانس سالهای بعد اومد زمانی که فد میخواست استفاده کنه خبر روز جمعه رو بدونه حالا با یه سیستم جدید خبر روز جمعه رو روز چهارشنبه قبل اعلام بهره میدونه و میتونه تصمیم بهتری بگیره اعداد بسیار مهم در واقع فاندامنتال یا خبرهای بسیار مهمی تو این بازار هست که واقعا فعالیت تو این بازار رو باید این هفته با تمام توجه تمرکز هوشیارانه و به نظرم یه هفته خوب میتونه برای کسایی باشه که نوسان میگیرن و از فرصت بازار استفاده میکنن اما بیایم بریم سراغ چارت مثل همیشه چند تا چارت جالب ایدئال براتون دارم تو طی هفته قطعا میتونه بهتون کمک بکنه همونجوری که هفته گذشته گفتم البته پیش بینی بود طبق تجربه ای که تو سالهای گذشته دارم یه هفته تقریبا کم رونق کم نوسان بود چارتایی که هفته گذشته داشتیم طلا چهار ساعته همچنان در داخل اون ناحیه ما قرار گرفته یه جورایی منتظر شاید اعلام بهره است از طلا چهار ساعته نمیدونم اعلام بهره چیه قرار چه اتفاقی بیفته اما طلا میتونه کاملا در دو جهت اگه نگاه میکنین دو جهت رو من دارم نگاه میکنم چند تا ناحیه مهمم میذارم برات اگه طلا به اونجاها رسید میتونیم برگشت های فوق جذابی رو بگیریم طلا پر از تلست این وسط ها و پر از جاهایی که قطعا ماهای گذشته سالهای گذشته اینجا واکنش نشون داده و میتونه دوباره اون واکنش رو داشته باشه دیلیش اگه نگاه کنین کاملا مشخصه طلا منتظر انتظار داره میکشه یه جای معامله‌گرا وارد بشن یا یه خبری اعلام بشه که بتونه اون حرکت های اصلی خودش رو انجام بده یه نکته ای که حتما ویدیوهای آموزش های یوتیوب رو نگاه کنی بعد هر روند سعودی بازار یه رنج تجربه میکنه برای جمع کردن ارزش شد ارزه و تقاضا ارزش و بیارزشی یه سری سهام یه سری معاملات استاپلاس ها رو جمع کنه تیپی جمع بکنه یه مدت رنجی رو داره سپری میکنه و طلا 400 دقیقا همونجاست و شاید فرصت این هفته دوازده دقیقه حرفمو گوش دادی باید این رو بدونی که حواست حواستو جمع بکنی طلا از هر کدوم از این ناهی ها بسیار مهم میتونه واکنش های برگشتی رو من منتظرم به شرطی که خبر بیاد مخصوصا بعد اعلام خبر شاید قبل از اعلام خبر شروع کنه به این حرکت های شکست و شاید هم یه دفعه شکست داشته باشه از این ناحیه برسه ناحیه بالا اگه شکست رو ببینیم کامل از این ناحیه ناحیه بعدی تحویل میگیریم اگه تنها در یه صورت اگه بازار بیاد ولتایل بشه اون موقع سوینگ بزنه به نظرم تلا میتونه حرکت های ادامه دهنده هم داشته باشه اما بیشتر تو این مقطع در حقیقت از نواهی که دارم برگشتی و ریورسال رو مد نظرم از بازار داخل یه رنج قرار گرفته مخصوصا اگه بخواد حرکت سعودی خودش رو ادامه بده به نظرم بهترین فرصت یعنی اگه به من بگی کجا بایر خواهی بود رو طلا بهت میگم منتظرم بعد اینکه این, این رنج رو دیدم این در واقع رنجی که تشکیل شده بیاد قیمت اون رنج رو بشکونه و برگرده به سمت بالا اون موقع ادامه دهنده حسابش میکنم این چارت طلا چارت میلیون دلاری ارزش معاملات وحشتناک این هفته بالاه و میتونه قطعا تأثیر گذار باشه چارت شماره دو بازار شماره دو بازار سهام ایالات متحده است که بسیار ملتهب جای بسیار قشنگی ایستاده چقدرم بسیار گفتم چون میخوام تاکید کنم تاکید میکنم جای بسیار مهمی قرار گرفته و ناحیه‌ای که قطعا میتونی خودت بذاری خیلی از ها در مورد ناحیه گذاری گذاشتن تحلیل های هفتگی لایوای نیویورک و البته آموزش ها به دردت میخوره که کاملا با این فضای ناحیه گذاری من آشنا بشی روی ناحیه مهم قرار گرفته تا قبل اعلام بهره فکر میکنم شاید بازار حتی پوزیشن سلاف رو داشته باشه شاید اعلام بهره اینجوری باشه بیاد بازار دوشنبه یه سلاف شدید بده سلاف قبل نیوز رو داشته باشیم یا اینکه سناریوی دوم بیاد ادامه دهنده حرکت کنه اون موقع بهره که اعلام شد در حقیقت حرکتش ریورس بشه از پایین به نظرم خیلی خوب جمع کرده حالا ببینیم به نظرم جمع شدن سرمایه قبل ریت بانکی بهره بانکیه و ببینیم چه اتفاقی میفته اینجاست که در حقیقت کندل با کندل باید بازار رو بریم جلو بسیار هم جاش مهمه مخصوصا دوباره اچ فورش اچ فورش رو بیای جای بسیار جالب ناحیه درجه یک روی سقف و زخامتی که من براتون میذارم و به این دلیل اگه سلاف بخواد بده منتظر میشم فالس از سخت میتونه بی نظیر زیبا دیدنی باشه در کنار چارت نزدک H4 آزی از فارکسیا مجموعه فارکسیا آزی یا AUD H4 ناحیه بسیار جالب کفی که قرار گرفته و احتمال حرکت به سمت بالا میگم احتمال چون خودش بهره به بانکیش قرار جابجا این هفته بشه اگه زیاد بشه بسیار جای جالبیه یعنی بهترین جا دارن در واقع نقطه عطف میدن به بازار بانک مرکزی از پایین ترین جا که مارچ شاید مارچ آره دیگه بگیم مارچ پار امسال بوده پایین ترین جا در درسته چون کاملا اینجا ماه مارچ و سمت چپش کاملا مشخصه ببینیم حالا چیکار میکنه این هفته بهره بانکی یورو یو اس 4 چارت دیگمه که بهتون توصیه میکنم دنبال بکنین چارت یورو یو AUD USD از چارت های فارکسی و طلا H4 و البته نزدک همه چارت ها نمیدونم چرا لاین اپ شده رو H4 یه هفته جذاب رو داره خبر میده حتما اگه دوست داری چارت بعدیمون که DXY هست و البته در مورد بهره بانکی اطلاعات بیشتری بگیری زیر همین ویدیو برات لینک گذاشته شده اون ویدیو رو ببین تا آماده بهره خبر بهره این هفته باشی این هفته در کنارتون هستم هر جستین سالم سلامت پرثروت و با ذهن باز این هفته بازار رو دنبال